جو بایدن رئیس جمهور آمریکا امروز جمعه در ایالت محل سکونتش دلیور پس از سخنرانی درباره افسوده شدن حدود 400 هزار فرصت شغلی به بازار کار آمریکا در گفتگوی کوتاه به سوالات خبرنگاران درباره احتمال سفرش به خاورمیانه، افزایش عرضه نفت خام توسط اوپک پلاس و وضعیت در اوکراین پاسخ داد. فرهاد پولادی از کاخ سفید با ماست. فرهاد، رئیس جمهور آمریکا در سخنانش تقصیر افزایش قیمت بنزین و مواد خوراکی را انداخت گردن تجاوز نظامی روسیه علیه اوکراین. یه بار دیگه هم به کمک رسانی نظامی به اوکراین تاکید کرد. در مورد این موضوعات برامون بگو. بله کوروش، رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد که دولتش کمک رسانی اقتصادی، بشردوستانه، نظامی و سیاسی را به اوکراین ادامه خواهد داد و همچنین گفتش تصمیم درباره آینده اوکراین رو خود اوکراینی‌ها می‌گیرن. هیچ چیز در مورد اوکراین بدون خواست اوکراینی ها محقق نمی شود. من به آنها نمی گویم که چه کاری باید بکنند و چه کاری نباید انجام دهند. اما به نظر من در نقطه ای از این درگیری باید مذاکراتی برای دستیابی به توافق صورت گیرد و این مستلزم چیست من نمی دانم. فکر نمی کنم کس دیگری هم بداند. اما در این میان ما همچنان اوکراینی ها را در موقعیتی نگاه خواهیم داشت که بتوانند از خود دفاع کنند. فراد، با اینکه مناسبات ولیعهد عربستان سعودی و آمریکا چندان گرم نیست، آقای بایدن از احتمال سفر به خاورمیانه به ویژه عربستان سعودی رو رد نکرد، درسته؟ بله، رئیس جمهور آمریکا گفتش که اولویت اون احقاق حقوق بشر هستش، اما به عنوان وظیفه‌اش به عنوان رئیس جمهور آمریکا همچنین برقراری صلح هم هست. اجازه دهید صریح بگویم، من برای ایجاد ثبات و صلح بیشتر در خاورمیانه در تلاشم و این احتمال وجود دارد که در آینده با اسرائیلی‌ها و برخی مقام‌های کشورهای عربی از جمله با عربستان سعودی دیدار کنم، اما در حال حاضر هیچ برنامه مشخصی ندارم. باید اینم اضافه کنم که در طی هفته گذشته دولت جو بایدن تقدیر و تشکر داشت از نقش عربستان سعودی برای ادامه آتش بس در یمن که از سال 2015 حضور نظامی عربستان سعودی در و همچنین تقدیر کردش از نقش عربستان سعودی افزایش تولید یا بهتر بگم افزایش عرضه نفت خام توسط اوپک پلاس که عربستان سعودی در اون سهم عمده ای داره. خب اشاره کردی به افزایش تولید نفت خام توسط اوپک پلاس. جو بایدن نسبت به این تولید به خصوص نسبت به عربستان که حالا خودت هم اشاره کردی سهم عمده ای داره، چه واکنشی داشت؟ اون رو ناکافی دانست اما اقدامی مثبت عنوان کرد. آنها اخیراً اعلام کردند که تولید را افزایش خواهند داد. من به اندازه کافی نمی‌دانم که بدانم آیا این برای بازار کافی است یا خیر، اما می‌دانم که مثبت است.